سرخط خبرها و مهمترین ها حقانی خارجی ها طالبان را و ایرانگر افغانستان می خواندند، اما نشان دادیم که سازنده هستیم. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران حاضرم طالبان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم. برای اولین بار و پس از چندین دهه اولین فرصت طلایی دوباره مساعد شد مشروع خبرها. روزنامه 8 صبح گزارش می دهد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان می گوید که پیش از به قدرت رسیدن دوباره این گروه خارجی ها طالبان را ویرانگر افغانستان می خواندند، اما این گروه با اجرای پروژه های انکشافی نشان دادند که سازنده کشور است. حقانی این اظهارات را روز یک شنبه در مراسم بهره برداری کار ساخت یک مسجد در ولایت پکتیا مطرح کرده است. او افزوده است که در حال حاضر نیز برخی احزاب سیاسی به طالبان تهمت می زنند. سراج الدین حقانی ادعا کرد که طالبان نه با گفتگوها و وعده های بزرگ بلکه با رفتار خوب به قدرت رسیدند. این اظهارات در حال مطرح می شود که تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر جاده ها پل و پلچک ها در بخش های مختلف کشور به دلیل جاسازی ماین و حملات دنداری و انفجاری این گروه تخریب شده بودند. همچنان بیشتر پروژه های بزرگ انکشافی در نقاط زیر تسلط طالبان در زمان حکومت های پیشین تطبیق نشدند. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران حاضرم طالبان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم. امیر عباس لطیفی سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری ایران میگوید که این کشور آماده است به طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر کمک کند. لطفی این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری فارس ایران مطرح کرده است. او با بیان این که رخدادهای گذشته بسیار از زیرساختهای افغانستان را نابود کرده افزوده است مشکل اصل کشور افغانستان نداشتن زیرساختها، عدم توسعه و موضوع ناتوانی اقتصادی است. با واقع این کشور از فقر مضاعف فرنج میبرد که ما آمادگی داریم که با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های زیر برنامه های توسعه‌ای را در این کشور ایجاد کنیم. پیش از این دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود که ادعای طالبان در خصوص کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان فقط یک شعار بوده و در عمل چیز از این گروه ندیدن. اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تاکید کرده بود که تولید و قاچاق متافتامین در افغانستان افزایش قابل توجهی داشته است. آماج نیو در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد. حکمتیار: این عادی نیست که برخی از کشورها به مخالفان طالبان اجازه برگزاری نشست‌ها را می‌دهد. رهبر حزب اسلامی افغانستان در مورد نشست‌های چهره‌های مخالف طالبان می‌گوید این عادی نیست که شمار از کشورها به مخالفان طالبان اجازه برگزاری نشست‌ها را می‌دهند و یا آن را زمینه‌سازی می‌کنند. حکمتیار: مهره سوخته، سرخ کویی روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد. با این حال حکمتیار سیاستگر فرصت طلب است و همواره سعی داشته از هر امکانی برای دستیابی به قدرت سیاسی و مدرک شدن بهره برداری کند. در دورانی که هنوز دولت مورد حمایت غربی ها در افغانستان روی کار بود، حکمتیار در یک پیام ایدی علیه هزاره ها خط نشان کشید و هشدار کوچ اجباری آنان را داد. اما برخلاف این هشدار او، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال که شاخه جدا شده از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار خوانده می شود، با محمد محقق از رهبران هزاره و عبدالله عبدالله از رهبران جریانی که حکمتیار سالها با آن جنگیده است، دست به ائتلاف سیاسی زد. حکمتیار با فدوا دادن علیه هزاره ها تلاش داشت احساسات قومی پشتون ها را تحریک کرده و میزان محبوبیتش را در میان آنان تا حد بالا ببرد و به این بهانه عده ای از اعضای ارشد حزب اسلامی را هم به دور خود جمع کند که نتایج چندان مثبت در پی نداشت. سپس در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، حکمتیار که برگزاری هر گونه انتخابات در حضور نیروهای خارجی را نامشروع میدانست، از هوادارانش خواست تا انتخابات ریاست جمهوری را تحریم اما در انتخابات شوراهای ولایتی به گونه وسیع شرکت کنند. اگر از دید حکمتیار انتخابات ریاست جمهوری در کشور زیر کنترل نیروهای خارجی نامشروع است، انتخابات شوراهای ولایتی چگونه میتواند مشروع و قانونی باشد؟ این پارادوکس را چطور میتوان حل کرد؟ تنها یک فرصت طلب میتواند چنین موضع‌گیری داشته باشد. این فرصت طلبی های حکمتیار برای این است که او دست کم سهمی از نمد قدرت برای خودش داشته باشد. اگر نمیتواند
تام و تمام آن را در اختیار بگیرد. حکمتیار با موضع‌گیری اخیرش سعی دارد هم از طالبان گلایه کند که چرا او را در جریان معاملاتشان با امریکا قرار نمی دهند و هم به نحو خشم و عصبانیت خود را از برگزاری نشست‌های مخالفان طالبان در خارج از افغانستان نشان می دهد. این گونه او می خواهد به طالبان گوشزد کند که می توانند روی او حساب کنند. حکمتیار مثل طالبان به حکومت مشمول که هم اقوام و جریان‌های سیاسی در آن شامل باشند باور ندارد. او همانند طالبان خواهان حکومت متمرکز پشتون میوه در افغانستان است. یکی از ده ها نقطه مشترک میان حکمتیار و طالبان به این دلیل حکمتیار بسیار ناراحت می تواند با طالبان کار کند، البته در صورتی که این گروه علاقه کار مشترک با او را داشته باشد. گلبدین حکمتیار پس از مدت سکوت دوباره به سخن آمده و در مورد قضایایی که مطابق میلش پیش نمی رود اظهار نظر کرده است. او از این که مخالفان طالبان در بیرون از افغانستان فعال شدند و می خواهند خودشان را بسیج کنند ناراحت است. به باور او موقف امریکا در قبال طالبان تغییر کرده و به این دلیل مخالفان رژیم مسقط در کابل جان گرفتند. حکمتیار که طالبان به او اهمیت قائل نمی شوند، هر از گاهی در حال که همدلی زیاد با طالبان دارد، گلایه هایش از این گروه را نیز به گونه مطرح می کند و جویای معلومات در مورد مسائل می شود که طالبان لازم نمی بینند با او در میان بگذارند. به نظر می رسد حکمتیار بین رضایت از رژیم طالبانی و رنجش و نارضایتی از آن در نوسان است. رویه او به گونه ای است که همزمان می تواند هم گلایه شمرده شود و هم دفاع غیر مستقیم از آن در نوسان است. گاهی امریکا را به دخالت در امور افغانستان متهم می کند که در این واقع دفاع از طالبان است و گاهی هم شکایت های نرم و ملایم از این گروه می کند و خواستار رسیدگی به آنها می شود. حکمتیار در اظهار تازه‌اش نیز شگرده که به آن اشاره شد استفاده کرده است. هم از نشست‌های مخالفان طالبان در نروژ و تاجیکستان و اتریش ناراحت است و هم از این بابت که در خلای اطلاعاتی به سر می‌برد و مجبور است به آوازه‌ها و شایعات اتکا کند. رنجیده خاطر به نظر می‌آید و خوان وضاحت در مورد برخی از قضاهاست. واقعیت این است که حکمتیار به دلیل شرکت در جنگ‌های ویرانگر تنظیمی و عملکردهای شبه طالبانی در گذشته سیاستگر نیکنام نیست و به این دلیل نه در میان مردم از محبوبیت بالای برخوردار است و نه کشورهای دخیل در بران افغانستان اهمیت زیاد به او قائلند. حتی پاکستان به عنوان کشوری که حکمتیار زمان نازدانی سیاسی مورد تکایش بود مدت‌هاست به او توجهی نمی‌کند. رابطه این گروه با حکمتیار نیز در گذشته به حد خوب نبوده که این گروه به او و حزبش اعتماد کنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.